یه چیزی من همین اول کار بهتون بگم، توی این سری ویدیوها که نمیدونم چند تا بشه و چند تا قسمت بشه، 0 تا 100 ادیت پورتره رو میخوایم یاد بگیریم، ولی این به این معنی نیست که شما باید فتوشاپ رو بلد باشین و بعد این دوره رو ببینید. اتفاقا باید فتوشاپ بلد نباشین، به خاطر اینکه تو حین کاری که یاد میگیریم با فتوشاپ چجوری کار بکنین، چه ابزاری استفاده بکنین، هر ابزاری کاراییش چیه و به چه دردتون میخوره. بنابراین چه فتوشاپ رو بلد باشید و چه فتوشاپ رو بلد نباشید، این ویدیوها به دردتون میخوره. من فرض رو بر این میگیرم که شما اصلا هیچی فتوشاپ بلد نیستین. پیشنهاد من به شما اینه که شما هم فتوشاپتون رو باز بکنید، لینک این عکسی هم که داریم روش کار میکنیم توی دسکریپشن میذارم، اون رو هم دانلود بکنید، پا به پای من پاز کنیم ویدیو رو و مراحل رو انجام بدیم. سلام به دوستای عزیزم، شهرام جانسوز هستم، عکاس و مدرس عکاسی. توی این ویدیو قسمت اول میریم سراغ پاک کردن و تمیز کردن پوست صورت. خب فتوشاپ رو باز میکنیم، این صفحه‌ای که اول کار که فتوشاپ رو باز میکنیم میبینیم هیچی هم توش نیست، میتونیم روش دبل کلیک بکنیم، این وسطش پنجره اوپن بسمون باز میشه، میتونیم هم بالا در قسمت فایل اوپن و آدرس اون فولدری که هستیم، ویندوز و مک با هم فرق نداره، بهش میدیم و عکس رو باز میکنیم. خب عکس من اینجا باز شد ولی توی یه پنجره دیگه باز شد. چرا؟ اگر که عکسی که باز میکنی عکس PNG باشه، عکس را فرمت باشه، یعنی عکس خام باشه، عکستون رو توی کامرا را باز میکنه. کامرا را چیه؟ یه چیزی تو مایه همون لایت روم که توی ویدیوی قبل هم دوست صحبت کردیم. کامرا را یک پلاگینیه که همراه با فتوشاپ شما نصب میشه، چیز جدایی نیست که برین دانلود کنین نصبش کنین. خب اینجا میتونیم یه سری کارهای بیسیک و اولیه رو انجام بدیم، مثلا تنظیم نور و این چیزا. اول میام اینجا تمپرچر رو یه ذره کم میکنم، خیلی عکس نورش گرمه، یه مقداری تنظیم شد، بهتر شد. شادو رو یه ذره زیادتر میکنم، شادو قسمت‌های تیره‌تر عکسه، قسمت‌های تیره رو روشن‌تر میکنه، ریکاوری میکنه در واقع. و هایلایتی ندارم، یه ذره روی پیشونیش هایلایت دارم، اینم یه ذره کمتر میکنم، یه کوچولو اکسپوژرم رو هم میبرم بالاتر، یه ذره کنتراست رو زیاد میکنم. ببینید موس رو که نگردارین روی عکس و به سمت چپ و راست ببرین موس رو، میتونین زوم بکنین، زوم این زوم بک. خب اینا نکته های کوچیکی که یاد میگیرین توی فتوشاپ. خب تا اینجا همه چی اوکیه، کار خاصی نمیخوام بکنم، عکس خیلی خوبیه و اینجا اوپن رو میزنم، عکس من توی فتوشاپ باز شد. خب حالا میخوایم بریم سراغ پاکسازی صورت. بهترین مدل ها و زیباترین مدل ها و با بهترین میکاپ و توی بهترین استودیو اینا، بالاخره صورتشون یه ایرادایی داره که توی ریتاش استپ اولی که انجامش بدیم پاکسازی پوست، فیس کلینینگ. خب برای این کار یه توضیح بهتون بدم. ببینید عکس الان این کف دست من، خب این چیزی که شما دارید الان میبینید شامل دو تا فاکتوره، یکی تکسچره که اون بافت دست منه، این خطا و خطوط ها و ایناست، این لبه های دست، یکی هم رنگه. خب که این دوتا وقتی که میاد رو هم قرار میگیره میشه این تصویر دست من که شما دارید میبینید. پس الان این عکس دوتا حالت داره، یکی رنگ که داریم میبینیم، رنگ مثل این رنگ گونه هاش و رنگ روبینیش و سایه روشن ها و اینا، یکی هم این بافت پوسته که باعث میشه که شما یک عکس کامل رو ببینید وقتی این دوتا روی هم قرار میگیره. حالا ما با یک تکنیکی که بهتون الان یاد میدم، اسم این تکنیک فرکانسی سپریشنه یا اصطلاحاً FS بهش میگن، میخوایم توی این تکنیک رنگ رو از تکسچر پوست این عکس جدا بکنیم. بریم ببینیم چجوری این کار انجام میدیم.
خب برای این کار من اول میام از لایه‌ام با کنترل یا کامند جی دو تا لایه میسازم. میتونینم اینا رو بذارم پاک کنم، میتونینم اینو بگیرید بیارید پایین روی این مربعه ول کنید، این یه کپی ازش میگیره، دوباره یکی دیگه یه کپی ازش میگیره. خب پس من الان لایه اولم که اورجینال عکسمه، دو تا لایه بعدی رو اولیشو اسمشو عوض میکنم میذارم کالر، دومیشم میذارم تکسچر. خیلی خوب، اولی شد کالر، دومی شد تکسچر. خب لایه تکسچرم رو فعلا آف میکنم. بچه روی این چشمه بزنین لایه رو نشونتون میده، چشمو بردارین لایه رو هاید میکنه، پاک نمیکنه، هایدش میکنه. خب میام روی کالر، میام توی فیلتر و توی قسمت بلور میام گاژن بلور رو انتخاب میکنم. خب توی این پنجره میام یه مقداری، یه ذره من عکسم رو زوم کنم، میام یه مقداری این رو میبرم بالا تا جایی که فقط رنگا رو ببینم، بافت پوست رو نبینم، فقط رنگا رو ببینم. حالا توی هر عکس با توجه به رزولوشنش این مقدار میتونه متفاوت باشه. الان تا مثلا ردیوس 8 خوبه، تقریبا نمیبینم بافت پوستش رو، ولی رنگ ها رو دارم میبینم و اینو اوکی میکنم. این است. خب زوم بک کنیم، اینجا ابزار زوم. میام حالا روی تکسچر، تکسچرم رو روشن میکنم. یه ذره اینجا ممکنه مبهم باشه، دقت کنید یا اگه لازمه بنویسید. میام توی ایمیج، از منوی بالا ایمیج و اپلای ایمیج رو انتخاب میکنم. خب یه همچین پنجره واسه من باز میشه، سورس و کاری نداریم. توی لیر ها من میام لیر رو میذارم روی کالر، روی اون لیر پایینی که ساختم. خب چنل RGB میمونه، کاری به چنل نداریم. اینجا مهمه، اینجا مولتی پلی رو میارم میذارم روی سابسترک. خب اینجا ببینید چه اتفاقی افتاد، اینجا تکسچرها رو داره نشونم میده ولی با یک لایه 50% خاکستری. گیج نشینا، حالا 50% اینو کاری نداریم، با لایه خاکستری داره نشون میده. خب به این قسمت دقت کنید، اسکیل باید 2 باشه، آفست باید 128 باشه. این یه قانونه، اینو بالا پایین نمیتونیم بکنیم، اینو حواستون باشه. پس بذارین روی اسکیل 2 و آفست 128. گزینه اینورت هم خاموش، این همین پنجره‌ای که الان رو مانیتور من دارید میبینید و اوکی میکنید. خیلی خوب، الان چه اتفاقی افتاد؟ یه لایه دارم که فقط تکسچرمه، بذارین اینا رو ببندم، اینو آف کنم، یه لایه دارم که فقط رنگمه. این دوتا رو از هم جدا کردم. حالا کاری که میکنم میام این لایه تکسچر رو بلندینگ مودش رو میارم میذارم توی منو، توی لینیر لایت. حالا کار نداشته باشین اصلا اینو چی هست چی نیست، این کاری که داریم انجام میدیم و شما استپ بای استپ انجام میدید. خب خب الان چی شد؟ عکس من دوباره به همون حالت اولش برگشت ولی در دو لایه، یعنی اگه این رو من خاموش بکنم پایینیه رو، توی دو لایه، یکی تکسچر یکی رنگ، که هر کدومو خاموش کنم اون یکی معلوم میشه، ولی وقتی دوتاش روشن باشه رو هم بیفته تبدیل میشه به عکس خواب من. خیلی خوب تا اینجا اینم هست. حالا میام بین این دوتا یه لایه خام باز میکنم. خب روی این علامت میزنم، یک لیر خالی اینجا ایجاد میکنم، اسمشم میذارم چی؟ میذارم براش مثلا. خیلی خوب، اول میام چیکار میکنیم؟ این جوشه صورت رو شروع میکنیم به تمیز کردن. اصطلاحا هم به اینا چی میگم؟ میگم بلمیشز، بلمیشز یا حالا هرچی. خب اینا رو میام تمیز میکنیم، واسه اینکه بهتر ببینیم اینا رو یک لایه کمکی لازم داریم. اونایی که داریم میبینیم مثل این قسمت، بذاریم من زوم کنم که دارم میبینمش،
یا اینجا رو دارم میبینم، یه سری چیزها رو ولی نمیبینم. برای اینکه اینا رو بهتر ببینم میام یه کلکی میزنم اینجا روی روی adjustment tools ها میزنم و black and white رو انتخاب میکنم. میام رنگ زردم رو تا آخر میارم پایین، قرمز رو هم میارم پایین، آبی رو هم میارم پایین. خب چی شد؟ الان این دونه های پوست بهتر دیده میشه. این لایه کمکیه، بعدن اینو من پاکش میکنم، فقط میخوام بهتر ببینم. برمیگردم رو لایه تکسچرم و اینجا توی نوار ابزار سمت چپم هیلینگ برش تولز رو برمیدارم. خب این بالا توی سمپل حواستون باشه که این فقط روی کارنت لیر باشه و شروع میکنم جاهایی که ایراد داره آلت رو نگه میدارم، سمپل یه قسمتی انتخاب میکنم، براشم رو بزرگتر میکنم و اونجا شروع میکنم پینت کردن. این از اینجا، این از اینجا، این تیکرم پاک میکنم. خب ببینیم بچه ها، آلت رو نگه داریم شکل موستون عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی از اونجایی که میخواین سمپل وردارین اونجا رو کلیک میکنین سمپل میشه، موستون رو کوچیک بزرگ میکنین و شروع میکنین به براش زدن. مثل اینجا من از این سعی کنین از نزدیکترین ناحیه اطراف اون جوشه، حالا هر چیزی که هست، این سمپل رو بردارید. اینجا رو من کلیک میکنم و شروع میکنم اینجا رو پینت کردن. این دونه های مشکی هم که میبینید اینا جوش نیست، این صورتش ککومکیه، اصطلاحا هم بهش میگن دات فیس، که خیلی هم قشنگه اتفاقا به نظر من. حالا من اینجا رو یه ذره دور تند انجام میدم که وقت گرفته نشه. تایم از مانی. این شد از پوست. این لایه رو ور میدارم، لایه کمکیه رو دیگه کاری با این ندارم، اینو اصلا پاکش میکنم لکم بایتم. خب حالا ور میگردم روی لایه کالر. حالا میخوام رنگ رو درست بکنم، اون جوشموشا رو اینا رو برداشتیم، حالا رنگ رو میخوایم درست بکنیم. یه ذره زوم بکنم، میام روی لایه براش. اینجا رو دقت کنیم، میام روی لایه براش، میایم توی ابزارها و میکسد براش تولز رو انتخاب میکنم. این مقادیرشو من همه رو 20 گذاشتم واسه اینکه خیلی نمیخوام زیاد باشه. میکسد براش میاد رنگا رو با هم دیگه یه ذره ترکیب میکنه. خب و روی این لایه شروع میکنم به براش زدن. خب اینجا این تیکه سمپل آل لایر رو میزنیم و لایه تکسچر رو خاموش میکنم. خب این روی لایه تکسچرم نمیخوام روشن باشه، خاموشش میکنم، روی لایه براش کلیک میکنم و میام آروم با موسم شروع میکنم روی این لکه ها براش زدم. این نقاشی دستتون همش روی رایت کلیک یا لفت کلیک موستون نباشه، چون رنگا رو قاطی میکنه. هی تاچ کنین، اینجوری بکشید و انگار دارین نقاشی میکنین. اینجاها رو من شروع میکنم آروم آروم براش زدن. جاهایی که روشن، جاهای برجسته صورت، جاهایی که تیره تره، جاهایی که عمق داره، جاهای کم نورتر. الان ببینید اینجا یه جای جوش بود، من این رنگش رو، فقط رنگش مونده بود، رنگ رو من محوش کردم. براشتون رو هی کوچیک بزرگ بکنید. این شورتکات ها رو بچه ها توی ویدیوی قبلی همه رو گفتم، لینکش رو این بالا میذارم توی اون ویدیوی 7 ترفند کاربردی فتوشاپ، اونجا ببینید. این از این، این تیکرم پاک کنم. خب تا اینجا کافیه.
حالا من یه مقدار زیادی این کارو میکنم که بهتر دیده بشه، ولی شما لازم نیست خیلی زیاد روی بکنید. حالا این لایه تکسچرم رو روشن میکنم. ببینیم صورت چی شد. الان قبل و بعد رو با هم ببینیم. این قبلشه، این بعدشه، این قبلش، بعدش. یه ذره زومتر بکنم. نگاه کنید. قبلش، بعدش. خب من اول یک توضیحی بدم که اصلا چیه این داستان و بعد شروع کنیم روی همون فایل قبلیمون ادامهش رو این تکنیک رو انجام بدیم. ببینید من اینجا میام الان روی یک صفحه سفید یک دایره میکشم، اینم میام رنگش رو میکنم مشکی. خب الان چی میبینین؟ یک سطح دو بعدی خیلی فلت و ساده، درسته؟ حالا من میام اینو این بار یه کار دیگه میکنم، میام براشم رو بر میدارم، سایزش رو بزرگتر میکنم. این بزرگ کوچیک کردن و سایز رو توی اون یکی ویدیوی هفت تا ترفند فتوشاپ گفتم، لینکش رو اینجا میذارم حتما ببینید. میام اینجا رو شروع میکنم اینجوری پینتی میکنم مثلا. حالا میام وسطش هم یه ذره روشن‌تر میکنم این شکلی. خب الان چی میبینیم؟ یک توپ، یک شیء تقریبا سه بعدی داریم میبینیم. پس با تاریک و روشن کردن یک سطح دو بعدی ما میتونیم حجم و فضای سه بعدی بهش بدیم، میتونیم حجمش رو در بیاریم. خب حالا این کاری که ما داریم میکنیم در واقع همون کاریه که توی آرایشگاه های خانم ها، آرایش های عروس، میکاپ آرتیست ها اینا ازش استفاده میکنن واسه اینکه مثلا بینی رو کوچیکتر بکنن، گونه ها رو بیارن بیرون تر، ببرن مثلا چه میدونم لپ ببرن تو تر، اینا همش با سایه روشن اتفاق میفته. این یکی عکس رو نگاه کنین. ببینین توی بیسیک آرایش در واقع این کاریه که انجام میدن. این یک فرمولیه که کجاها باید روشنتر باشه. ببینید بذارید من اینجا بهتون نشون، اینجاها وسط پیشونی، یعنی ببینید هر جایی که جلوتره به منبع نوری توی عکس روشنتر باید باشه، هر جایی که عمق داره عقبتره تیره تر باید باشه. خب پیشونی رو روشنتر میکنه، اطراف پیشونی تیره تر میشه، دوباره گونه این قسمت روشنتر میشه، ببخشید تیره تر میشه. این خیلی مهمه، روی تیغه بینی همیشه روشنتر میشه، اطرافش تیره تر. این باعث میشه که بینی خیلی قلمی تر به نظر بیاد. کناره های لب ها این پایین، حالا نمیدونم چرا رو چونر نزده ولی این جای چونم باید این اتفاق بیفته، روشنتر بشه و روی این ترقبه ها اینا همه روی گردن اینا باعث میشه که توی آرایش، توی دنیای واقعی میکاپ آرتیست ها از این روش استفاده میکنن. حالا برگردیم رو عکس قبلی خودمون. این عکسیه که توی ویدیوی قبلی روش کار کردیم، صورتش رو ترتمیز کردیم. نگاه کنین یه قبل و بعدش رو ببینین. بیارم جلوتر اینجا، ببین این قبلش بود، این بعدشی که از تکنیک فرکانسی سپریشن استفاده کردیم. حالا الان میریم سراغ همین داجنبل. چی کار ما قراره بکنیم؟ خب ببینین این قسمت پیشونی روشن میشه، این قسمت تیغه بینی روشنتر میشه، اینجاها رو روشن میکنیم، این مثلث این تیکه زیر چشم رو اینجا روشنتر میشه، اینجا تاریکتر میشه، این قسمت اینجا همینطور اینجا تاریکتر میشه، اینجا رو روشنتر میکنیم، اینجا هم که خودش هایلایت داره روشنتر میشه و بالای پلک. این قسمت خیلی مهمه، اینجا حتما باید این تیکه باید
روشن بشه. این قسمت رو حتما باید روشن بکنیم و جایی که تیری میکنیم دیگه اینجاست، اینجاها رو هم باید تیره بکنیم. درست شد؟ تفلک بود چکارش کردم؟ خب شروع میکنیم به استفاده از تکنیک داجن برن. از اینجا دیگه استپ بای استپ پس با من ادامه بدین دیگه. میام اینجا توی اجسمن لیر ها و اینجا کرو رو انتخاب میکنم. یک لایه کرو واسه من باز شد. میام اکسپوژرش رو یه مقداری میبرم بالاتر، یعنی عکسم رو روشنتر میکنم. اوکی. روی این لایه ماسکش میام اینجا کنترل آی رو میزنم یا کامنت آی رو میزنم که ماسک من برعکس شه، یعنی سیاه شه، پوشیده شه. یه بار دیگه هم این کارو میکنم، یه دونه دیگه اجسمنت لیر کرو درست میکنم. این دفعه برعکس اون کارو میکنم، یعنی میام تیره تر میکنم، از وسط این مربع رو میگیرم و میارم به سمت پایین راست، تیره تر میشه. خب و دوباره این رو میام کنترل یا کامنت آی ماسکش میکنم با لایه سیاه. خب دو تا اینجا لایه داریم، یکی شد داجمون، یکی شد برنمون. دو شد. این بالا یکی سیاه تره که برنه، اسمشو میذاریم. لایه پایینی هم که روشن تره داجه، این هم اسمشو بذاریم داج. خب حالا کاری که قراره بکنیم اینه، میایم توی براشمون، یک براش خیلی خیلی نرم و اسموت انتخاب میکنیم. براشو بزرگتر بکنم و هاردنسش رو میذاریم روی زیرو. ببینین هاردنس زیرو، سایزش هم که هی تو طول کار باید کم و زیاد بکنیم. و اینجا میایم قسمت بالا فلو رو میذاریم روی، معمولا روی 2-3 باید باشه، ولی واسه اینکه الان توی مانیتور بهتر دیده بشه من میذارم روی 9-10. 9 هم باز زیاده دیگه، 8 خیلی شده. خب حالا شروع میکنیم. الان روی میام روی لایه برن، میام شروع میکنم و پاک میکنم در واقع اون ماسکو. روی اورجینال اس کاری نمیکنیم، ما داریم در واقع این ماسک رو پاکش میکنیم. خب شروع میکنم اینجاها رو برایش زدن روی گونه ها. خیلی آروم روی این یکی گونه، کنارهای پیشونی با من انجام بدین ها، شما کلک نزنین یه وقت. خب کنارهای بینی، ببینین من این کنارهای بینی رو حتما حتما یه ذره تیره تر میکنم. کنارهای بینی و داخل چشم، پایین لب، همون چیزی که هست و ما در واقع داریم تشدید میکنیم دیگه. قسمت زیر این خط فک که در موقع توی تیرگیه دیگه، اینجا این رو هم تیره تر میکنیم و that's it. خب حالا میام، حالا لایه ماسکش رو ببینیم بچه چجور شد. این شد الان ماسکی که زدیم. خب با alt روش کلیک میکنم. حالا میام رو قسمت روی لیر داج، یعنی روشنی، همینو میام الان قسمت های روشن انجام میدم. کجا قرار شد؟ روی تیغه بینی. راش رو بزرگ میکنم روی پیشونیش. قرار شد که بالای پلک حتما و این یکی پلک و دیگه کجا؟ آها این قسمت پایین فک، اینجا روشنتر، این ور روشنتر، نوک بینی.
حالا گردن اینا رو کاری نداریم، تایم ویدیو زیاد میشه. اینم از این. خب و زیر چشم، این آموزش ترفند پاک کردن و یا این سیاهی دور چشم رو بردم تو فتوشاپ، هم قبلا ویدیوشو درست کردم. خیلی خوب تموم شد. این شد داجنبرن ما. این دوتا رو شیفت رو نگه میدارم، سلکت میکنم، همطوری که دستم رو شیفته روی این آیکون فولدر کلیک میکنم، میاد توی یه دونه گروه. و حالا قبل و بعدش رو ببینین. این قبلش، این بعدش، این قبلش، این بعدش. ببینین چقدر تغییر کرد، چقدر صورت بعد گرفت، چقدر حالت بهتری گرفت از اون حالت فلتی. ببینیم بچه ها، توی استودیو وقتی که عکاسی میشه به هر حال بهترین نورپردازی هم که روی پورتری میکنن، باز اون حجم رو نمیتونن خوب در بیارن. از این تکنیک استفاده میکنیم و عکس رو بهینه میکنیم. و باز بدانید آگاه باشید که در ادیت زیاده روی نکنید. خیلی عالی شد. حالا اگر که دیدین که یه جایی زیاده، میتونین بیاین روی همین لایه گروپ اپاسیتیش رو بیارین پایین تر، کم بکنین، زیاد بکنین. حالا من الان میذارم رو زیاد زیاد که بهتر دیده بشه. این از این. حالا اون نکته‌ای که بهتون گفتم در مورد درآمدزایی، اینو دقت کنین بچه ها. لزومن هر ریتاچری، این کاری که ما میکنیم بهش میگیم ریتاچ پورتریه، هر ریتاچر پورتری عکاس نیست و هر عکاس پورتری هم ریتاچر نیست. یک سری کسایی هستن که فقط کارشون اینه که پشت کامپیوتر بشینن و عکس رو ریتاچ بکنن. خیلی حرفه‌ای. خیلی از این سایت‌های فریلنسرینگ و سایت‌هایی که توش دورکاری میکنن اینا، شما میتونین پروژه بگیرین از عکاسا. خیلی جاها میتونین اپلای بکنین، میتونین توی لینکدین، میتونین توی توی سایت ایرانی مثل پونیشا، مثل، حالا من خیلی سایت ایرانی بلد نیستم، نمیدونم کدوم هست، ولی زیادن. میتونین اونجا نمونه کاراتون رو بذارید و مشتری بگیرید. عکاسایی هستن که سرشون خیلی شلوغه، وقت نمی کنن که پروژهشون خودشون ادیت بکنن، دونه دونه میدن به شما و شما میتونین از این راه یک منبع درآمدی داشته باشید. خب این عکسی بود که روش داشتیم کار میکردیم توی قسمت اول و دوم. اگه عکسو ندارید لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. خب کاری که اول کردیم، اومدیم از تکنیک فرکانسی سپریشن یا پاکسازی پوست استفاده کردیم که نتیجه شد این. ببینید این لیر سبز رو که من آن آف میکنم، نتیجهش معلوم میشه. این از این. اومدیم توی ویدیوی دوم تکنیک داجنبرن رو یاد گرفتیم. اگر ندیدین اون ویدیو رو لینکش این بالا میذارم، اون رو حتما ببینید، بعد بین سراغ این که نتیجه شد این. بعد دادن به صورت، این قبل، این بعد. داخل این فولدر هم ببینیم، اومدیم گونه ها رو یه مقداری تیره تر کردیم، جاهای روشن رو روشن تر کردیم، صورت یه بعدی گرفت. برو بریم سراغ ادیت چشم. خب میایم زوم میکنیم روی چشم های این خانم زیبا. کاری که میخواییم بکنیم چی؟ میخواییم چشم رو یه مقداری روشن تر بکنیم، نه مثل حالا این هاسکی های هوی وق بزنه بیرون، رو در حد متعادلی چشم رو روشنتر بکنیم و ایراداش رو از بین ببریم. خب یه دونه لیر من درست میکنم اینجا، یک لیر خالی، و اسمش رو چی بذاریم؟ میذاریم آریس. این هستیم، یک لیر خالی. میاییم اینجا توی قسمت سلکشن ها و الیکتیپال تولز رو انتخاب میکنیم، یا ام رو، شورتکات ام رو میزنیم. میایم داخل چشم ایشون رو یک لایه سلکت میکنیم، اینجوری مماس میکنیم با چشم توی این نیو لیری که اینجا ساختیم به اسم آیز. خب حالا من اینو میام پرش میکنم با، اول پلاتام صفر کنم، اینو میام پر میکنم با رنگ سفید. اینم از این.
خب حالا با کنترل یا کامند دی سلکتم رو ور میدارم، میام ابزار ایریز رو انتخاب میکنم، با یک براش تقریبا مناسب با هاردنس مثلا 20C میام این بالاش رو یه مقداری پاک میکنم. این شد استپ دوم تا این حد. حالا در منوی فیلتر بلور و گاژن بلور میایم اینو یه مقداری محوش میکنیم، لبه هاش رو ببینید کمه، زیادتر زیادتر تا 9-10 تا 9 و اوکی میکنیم. این شد لایه ما. این همین کارم میایم روی این یکی چشم انجام میدیم. میتونیم توی دو تا لایر این کارو بکنید. میام اینجا یک دایره درست میکنم، میذارم اینجا، میام فیل و بکراند کالرز، کنترل دی دیسلکتش میکنم، ابزار ایریز رو بر میدارم، بالاش رو پاک میکنم و الان من مجبورم اینو سلکتش بکنم و بعد بیام توی فیلتر و گاژن بلور. خب چون اگه سلکتش نمی کردم رو این یکی چشم گاژن بلور رو اعمال می کرد. خب این دوتا آماده شد، چقدرم ترسناک شد. و اینجا رو نگاه کن، میایم این لایه رو بلندینگ مودش رو میذاریم روی اوورلی. تمام تمام، قبل و بعد رو ببینین، قبل بعد قبل بعد. بچه این تکنیک رو من توی اون ویدیوی 7 ترفند کاربردی هم آموزشش رو گذاشتم، توی اونجا هم میتونید ببینید اینو. خب این از این. کار دومی که باید بکنیم این سفیدی چشم رو بهش میگن آیبال، باید بریم اونو ترتمیزش بکنیم، این رگای خونی و اینا رو از این حالت در بیاریم. خب اونو چیکار کنیم؟ میایم اول یک توی هیو ساتوریشن، توی اجسمنت های هیو ساتوریشن یه دونه هیو ساتوریشن باز میکنیم، ساتوریشن رو تا آخر میاریم پایین و لایتنس رو یه مقداری میبریم بالا. حالا روی لایه ماسکش کلیک میکنم و کنترل یا کامنت آی رو میزنم که ماسک پر بشه، یعنی ماسکم پر میشه، فقط جایی که میخوام رو الان با براش پاک میکنم. میایم براشمون رو بر میداریم یا بی رو روی کیبورد میزنیم و با فلوی مثلا 10% میایم داخل چشم رو قسمت سفیدی رو یه مقداری پینت میکنیم. نگاه کنیم، خب این رگای خونی قرمزی ها برطرف شد، یه ذره حالت خاکستری تر شد. این یکی چشمم همینطور، اینم از این قرمزی رگای خونی رو اینجوری ما از بین بردیم. ولی داخل چشم هنوز یه ذره کدره، میخوایم یه ذره روشنترش بکنیم. میایم ابزار کرو، یه دونه لایه کرو باز میکنیم و این رو میبریم بالا، همون کاری که توی داجن برن انجام میدادیم. کنترل آی و دوباره شروع میکنیم داخل چشم رو یه مقداری برایش زدن، از اون بر از این بر. خیلی به سمت داخل سفید نکنین، بس اینکه بعدش رو از دست میده. خب اگرم زیاد شد میایم اینجا اوپاسیتیش رو یه مقداری میاریم پایین تر. حالا این دوتا رو میندازم توی یه دونه فولدر و قبل و بعد رو ببینیم. این قبل این بعد، این قبل این بعد. بازم میتونیم اینجا یه مقداری اپوسیتیش رو بیاریم پایین تر که اوور ادیت نشه خدایی نکرده، تا انقدر بسه. خب اینم از آیز تمام. میاییم سراغ
دندون ها. حالا میخواییم دندون ها رو یه ذره روشن بکنیم. اونم باز دوباره از کرو من استفاده میکنم، یک لایه دیگه کرو درست میکنم، میارم بالاتر، روشن روشن، اکسپوژر رو میبرم بالا و دوباره کنترل یا کامنت آی و این دفعه داخل دندون ها رو براش میزنم. این شکلی. حالا واسه اینکه این قرمزیشم بره دوباره یه دونه هیو سچوریشن درست میکنم، سچوریشن رو میارم پایین، داخلش رو کنترل آی، ماسکم رو بر میگردونم و شروع میکنم به برایش زدن. تمام. اینم از دندان ها. این دوتا رو هم میزنم توی یه دونه فولدر، اوپاسیتیش رو هم میتونم کمتر بکنم. به همین راحتی چشم و دندون رو، اگر که دیده بشه البته دندون، میتونیم ادیت بکنیم و خیلی توی اون نمای عکسمون توی پورتره تأثیر داره. یه بار دیگه این چشم و من لایش رو افتر بیفورش رو ببینیم با هم دیگه. این قبلش و این بعدش، این قبلش و این بعدش. دیدین چقدر تاثیر داشت؟ اینم از این ویدیوی سوم، ادیت چشم و دندان. امیدوارم که واسه تون مفید بوده باشه بچه ها. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. یادتون نره من رو حمایت بکنید با لایک و کامنتاتون. اگه سوالی هم داشتین توی کامنت ها بنویسین حتما، من همه رو جواب میدم. کانال تلگرام هم جوین بشین، توی کانال تلگرام هم هر روز عکس و موزیک و این چیزای باحال میذاریم. اینستاگرام منم میاد این بالا. تا ویدیوی بعد، خدافظ.